عقیده با صاحب عقیده، پیوند محبت با صاحب محبت، پیوند شرافت با صاحب شرافت. همه ما و شما بهره وافی و کافی رو ببریم اجماعا. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجه. صاحب مجلس اصلی، وجود نازنین خود به عالم امکان، روحی و ارواح نال مقدم فراق الفدا، مهدی سبل، ناجی کل بشر، حجت منتظر، صاحب دلهای ما و شما و روح روان ما و شما، از این مجلس خالصانه ما دلش شاد و دعایش مشمول زندگی ما باد. صلوات دوم جلیتر ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، نحمد الله و نستعین و نصلی علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وأما بعد، قال الله العظيم في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، لأن الله بصير بالعباد. ان شاء الله از متقین قرار بگیریم. خود ما، خانوادمون، نسلمون، جوانهای ما از شر فتنه های آخر الزمان و از شر جهالت نوین مسون و محفوظ باشیم و از منتظران واقعی صاحبمون قرار بگیریم اجماعا. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یکی از آرزوهای هر انسان صاحب عقل زندگی زیباست. انسان دنبال زیبایی است. اگه یک شیء رو ببینی، نگاه کنی، خوشگله یا زیباست، ناخودآگاه حس تحسین و حس علاقه به او بر انسان دست میده. و زیبایی و زیباشناسی هنره. آدم باید هنرمند باشه. حس زیبایی و زیباشناسی قابل تقدیر است و خدای متعال میپسندد. لذا ما و شما را به زندگی زیبا نوید میدهد. قرآن کریم چی میفرماید؟ قرآن کریم میفرماید میخوای دنبال زندگی زیبا باشی، حیات طیبه، زندگی پاک، زندگی که سراسر نشاط باشه، از هر چیز منفی، کسالت، غفلت، تاریکی ها، وسوسه ها، استرس ها و هر شیء منفی میخوای دور باشی، خدا برای اون راهکار داره.
قرآن کریم میفرماید من عمل عمل صالح فهو مؤمن من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه. هر کسی یه عمل خوب انجام بده، یه کار خوب انجام بده، عمل خود رو درست کنه، عمل صالح انجام بده، به شرطی که یک پیش زمینه داشته باشه. و اون پیش زمینش چیه؟ عملی که انجام میدهیم ما و شما باورمند به او عمل باشیم، ایمان داشته باشیم. یه عمل صالح انجام بدیم، ایمان هم باشه. چه زن باشی چه مرد، چه جوان باشی چه پیر، هر کسی میخوای باشی، فلنحیینه حیاتا طیبه، خدا گارانتی کرده، ما وعده میدیم که شما زندگیتون زندگی زیبا بشه. نه تنها زیبا شناس بشی، بلکه زندگیت هم زندگی زیبا بشه. چه کار کنیم خدا در این دنیای وانفسا، در این وضعیتی که بشر به سوی تاریکی، زشتی، پلیدی، تندی، پرخاشگری، خشونت، وحشت، دهشت، همه اون صفاتهای که بشر را به جهالت نوین رهنمون میسازه، ما از اون نجات پیدا کنیم. چیکار کنیم؟ به سوی زیبایی حرکت کردن رو یاد بگیر. یکی از اون جایی که واقعا به سوی زیبایی انسان حرکت میکنه چیه؟ چیه؟ زیارت اربعین. شما وقتی یه سفر زیارت اربعین رو در مد نظر میگیری، سراسر از لحظه‌ای که شروع میکنی به سوی زیارت اربعین، همی که نیت میکنی، همین که دنبال سفر میشی، همین که علاقمند به سوی زیارت اربعین میشی، از همون لحظه یه چیزی در دل انسان ایجاد میشه. شوق است، اشتیاق است، عشق است. کندن خود انسان از روزمرگی است، از اون زندگی که گاهن کسالتش، غفلتش، استرسش، بیراه رویش آدم رو چیکار میکنه؟ در لجنزار دنیا زدگی غرق میکنه. حالا وقتی که میای طرف زیارت اربعین، همه اون چیزهای منفی را ازش دور میشی و به جهت مثبت حرکت میکنی. لذا امام هادی علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید علائم المؤمن خمسه، علائم انسان‌های مؤمن 5 تاست. یکی نمازهای یومیه و نمازهای نافله رو خوندن. دوم بسم الله الرحمن الرحیم را با صدای بلند گفتن در نماز. سوم فرمود سجده طولانی. چهارم انگشتر حقیق در دست کردن. اینو علائم ظاهریه ها. و پنجم و مهمترش زیارت اربعین. چیه تو این زیارت اربعین؟ امام حسین علیه السلام همه چیزش ویژه است، همه چیزش ویژه است، زیارت اربعینش هم ویژه است. امروز خواندین امام صادق انشاء کرده این زیارت اربعین. چی میگه؟ میگه خدایا تو گواه باش که من امام صادق شهادت میدم که آقا امام حسین علیه السلام و بذل مهجته لیستنقذ عبادک من حیرت الذلاله و من الجهاله. من امام صادق شهادت میدم که امام حسین علیه السلام استنقاذ، در عربی قواسی رو میگه، قواسی کردن. امام حسین علیه السلام سفینه النجات امام حسین چیکار کرد؟
با خون خودش معامله کرد، خون خودش رو در راه خدا داد تا انسانیت از گمراهی و جهالت، از سردرگمی و جهالت نجات پیدا کنه. استنقاذ یعنی این، قواسی کرد، دست همه رو گرفت. داشتن غرق می شدن، بشر داره غرق میشه. زندگی امروز ما هم می بینی بشر داره غرق میشه، خودمون غرق میشیم. محرم و سفر اگر نباشه واقعا غرق شدیم ما، به خصوص اونایی که تو کشورهای اروپایی هم تعارف که نداریم. چیکار میکنه؟ یک محرم میاد، یک ماه سفر میاد، یک زیارت اربعین میاد. لحظه لحظه این زیارت و لحظه لحظه نفس کشیدن در این خاک مقدس عبادت. اما این عبادت به غفلت نباید سپری بشه، لحظه لحظهش درس. اون هر کسی داره، زیباشناس کسی هست، زیبایی رو خوب کسی مزدشو میچشه که هر لحظه برای ذات و توشه سال خودش از اینجا آذوقه معنوی ببره. ببینید یه موکبی هست سر راه، یه بنده خدایی فرض رو به اندازه یک لیوان یا یک ظرف غذا برمیداره، یکی دو ظرف غذا برمیداره، یکی دوست داره غذاش خوشمزه چند ظرف برداره. در موکب امام حسین علیه السلام چقدر ظرفای کاسه گدایی منو آوردی که ظرفای معنوی رو پر کنی در ماه سفر، در ایام، در ایام اربعین چقدر میتونیم زاد و توشه ببریم؟ شاید سال دیگه زنده نباشیم، شاید سال دیگه توفیق رو نداشته باشیم، شاید توفیق از ما سلب بشه. خیلی ها بودن با ما و شما بودن، این سال نیست، سال دیگه شاید ما نباشیم. چیکار کنیم؟ خدایا، خدایا من که بلد نیستم. اما امام صادق علیه السلام میگه امام حسین سفینه نجاته، امام حسین نجات غریقه. من دارم غرق میشم، خودم غرق میشم، خانوادم غرق میشم، زندگیم داره تباه میشه. خدایا تو کربلای امام حسین دارم اقرار میکنم. یا ابا عبدالله، ما تنها راه نجاتمون سفینه نجات توه، تنها راه نجاتمون کشتی نجات حسین. خدای ما سوار این کشتی شدیم، یه کاری نشود که ما با عمل غافلانه خودمون از این کشتی پایین بشیم. حواسمون باشه، یه کاری نشه که، یه کاری بکنیم که ما را از این کشتی بندازن بیرون. میشه؟ ولی خیلی عاشق، همطور که سوار شدی لحظه لحظهشو قدر بده. یکی از آرزوهامون حتما این باشه وقتی حرم مشرف شدی بگیم لا جعله الله عهدا لزیارتکم، خدایا این زیارت زیارت آخر ما قرار نده. یکی از سفره‌های دلمون رو وقتی وا میکنیم، دست گدایی پیش میکنیم، بگیم خدایا اربعین دیگه هم ما رو روزیمون بکن. زیارت زیارت امام حسین به خودش قسم روزیه، خود آدم نمیتونه کاری بکنه. خیلی ها دوست داشتن بیان در همین ماه محرم که ما منبر بودی، خیلی ها دوست داشتن توی مجلس باشن، خیلی دوست داشتن بیان. خیلی هم یک دفعی شد، اصلا نمیتونستن، نمیخواستن بیان، دعوتنامه‌اش امضا شده بود، مگه میتونست نیاد؟ در صدر عوایجمونم از خدا بخوایم که ما رو مهدوی زنده بدارد و یاد امام زمان از دلمون نره. اینجا دعاتون مستجاب عزیزان. سروران عزیزی که از نجف تا کربلا پیاده اومد، یه عزیزی تماس داشتیم، خیلی جمله تکان دنده ای دیشب برامون گفت، اونایی که پیاده آمدین شما با مهدی فاطمه سلام الله علیه همراه و هم قدم شدیم. از کجا معلوم پایی که شما گذاشتی جای پای امام زمانت نباشه؟ از کجا معلوم؟
از کجا معلوم سر نخورده باشیم با صاحب ما؟ از کجا معلوم ندیده باشیم مامونو؟ خب چشم ما پرده ایجاب گرفته دیگه، نمیبینیم و نمیشناسیم. اما اونایی که عاشق امام زمانه، پیش وقتی خسته شدی، ذله شدی، آمدی تو حرم، یا ابا عبدالله، ما توی رای مشایعه اومدیم، لبیک یا مهدی گفتیم، ممکنه مهدی فاطمه در کنار ما بوده باشه و ما ندیده باشیم. ما دعا کردیم برای امام زمان، امام زمان هم برای ما دعا کرد. خدایا ما رو مشمول دعای امام زمان قرار بده. توی این لحظاتی که هستیم، توی این چند روزی که هستیم، سعی کنیم در صدر عوایجمون یه خواسته بنده طلبه بی بضاعت برادر شما هستیم. یک روزی در هر کشوری مکرر من عرض کردم، راه جز این نیست، امید همه بشریت لبیک یا مهدی و پناه بردن به منجی بشریت. یک روزی در هر کشوری، در هر جایی، در هر خیابانی، در هر کوچه‌ای، در هر شهری که زندگی میکنی، همه مهدی شناس میشن، همه امام حسین شناس میشن. ولی از الان برنامه داشته باشیم چقدر انسانها و چه کسانی را ما و شما با امام حسین آشتی میدیم، امام حسین معرفی میکنیم، چقدر و چه کسانی را ما و شما با اخلاق و رفتارمون از مظلومیت امام حسین برش میگیم و از یاد امام زمان و نوید برای منجی عالم بشریت میدیم، چقدر چقدر میتونیم آشتی بدیم، چقدر معرفی بکنیم امام زمان. این وظیفه من و شماست که در کشور هستیم. هر کاری که داری، هر ارتباطی که داری، سعی کنیم که چیکار کنیم دوستمون، رفیقمون، کسی که باش عشر و نشر داریم، یک کمی از مظلومیت امام حسین برش بگیم، یک کمی هم از ظهور منجی و نوید برای بهتر شدن جهان بدیم بهش، یکم امیدوار بکنیم بشر. و اینا رو شما میتونید، نیاز به منبری و روحانی و عالم نداره، همه شما الحمدلله این معرفت رو باید بگیرین از درگاه امام حسین علیه السلام و بخواین و انشاءالله اون نوری که حقیقت علم است، فرمود لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، این نوره رو باید از درگاه امام حسین گدایی کنیم بگیریم و انشاءالله وقتی کلاممون با عمل صالح امراه بود، زندگیمون پاک و طاهر میشه یکی و تأثیر گذاره برای دیگری میشه. خدایا ما دستمون خالیه، ما عملمون ناچیزه، اما خدای به خودت قسم وقتی این پیران مشکی‌ها رو میپوشیم، به این نیت میپوشیم که ما آزادار آقا سید و شهدایی، یه کسی هم که آخرین ذخیره تو هست و نجات دهنده بشر هست، او هم پیران مشکی میپوشه، شال عظام. ما اگه شباهت باطنی با امام زمانمون میگیم نداریم، شباهت ظاهری که داریم، عزادار سید الشهدا. خدایا به داغ دل مهدی فاطمه ما رو حسینی قرار بده، حسینی محشور بگردان. عزیزان من خسته شدیم تو راه، اومدیم سختی کشیدیم، پای پیاده اومدیم، بعضیا پاشون آبله زده، زیارت اربعین همین دیگه، خستگی داره، بیخوابی داره، بیحالی داره. اما واقعا مردم حراق مردم خوبی هست، مردم مهمون نوازی هست. هر جا که میرفتی تو موکبا میگفتن اهلا به زوار الحسین، خوش آمد، شما زائر امام حسینی.
شما پای پیاده اومدین زیارت امام حسین، براتون آب میداد، غذا میداد، احترام میکرد، تحویل میگیره. گفت شما پای پیاده خسته شدین تو گرما و تو این آب و هوا و تو این شرایط اومدین زیارت کربلا، اما بمیرم، یه کاروانی اومد کربلا، این کاروان رو نه کسی گفت خسته نباشی، نه کسی نوازش کرد، نه کسی گفت علم به زوار حسین، نه آبی داده، نه غذا میدادن، نه تنها آب و غذا و نوازش نمی کردن، نه تنها احترام نمی کردن، بلکه باقل و زنجیر دستهای بسته. امام سجاد علیه السلام می فرماید ما را یک کسی جلوی قافله بود، قد نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خمیده شده بود بعد از جل رو. اونهایی که قل و زنجیر رو معناشو میفهمن، قل و جامعه رو میفهمن، میدونن من چی میگم. یا صاحب الزمان اجرک الله، بعد از این که امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید، بعد از 30 سال، وقتی که آقای امام سجاد علیه السلام غسل و تکفینش کردن، دیدن هنوز گلوی آقای امام سجاد علیه السلام جای و قل و زنجیر رو جامعه نشسته. یا صاحب زمانی، کاروان چه کاروانی بود؟ آماده ای بریم با یه کاروان هم ناله بشیم؟ کاروان اربعینی، ظاهران حقیقی امام حسین، دلسوخته های امام حسین کجا نشستین؟ آیا عاشقانی که یک عمر روزه شنیدین، گفتین انشالله کربلا روزه امام حسین بشنوید، گفتین انشالله کربلا روزه آقا امام سجاد و حضرت زینب بشنویم، کربلا عزاداری بکنین برای ارباب بیکفنمون. من میخوام امشب بریم در خانه یک باب لوایج 3 ساله امام حسین که ما بین این ظاهرا نبود، تو خرابه جان داد. حسین جانم، حسین دل حریم حرم تو، رزق ما عشق غم تو، زین به وفاداری زینب سوگند، تا قیامت بر روی حسینیه دل علم تو حسین. حسین صدا تو آزاد کن، یه عمری حسین صدا زدی. حسین، حسین امام زمان بی مجلس غریبانه دل زوخت، یه نظر لطفی به فرما آقا، روز محشر که همه گریانن، یا با عبدالله چشم ما و کرم توست سنگ سنگ سنگ. جانم شما صدا زنی حسین، عالم آدم تو کربلا صدا زدن حسین، تمام دنیا یا حسین صدا میزنن، هر که عزادار حسین باشه نوازشش میکنن و احترامش میکنن، اما بمیرم یه دولی در خرابم صدا زد حسین، خواب بابا رو دیده، یه وقتی شروع کرد به گریه، یا حسین یا عباد رکنا،
گریه یه تبل دل زینب آتیش زد، شروع گرد به گریه گردن اهل و حیال و حرم همه گریه کنان، برای دل سوخته رقیه خرابه شام آتش گرفت، غوغایی به پا شد خبر رسید به کاخ یزید لعنت الله علیه. آی یزید گفت چه خبره؟ گفتن تبلس ساله حسین خواب بابا شو دیده، بهانه پدر میگیره الهی هیچ تفلی یتیمه ای تو مجلس نباشه. لا اله الا الله دستور داد سر نازنین سید و شهدا رو در داخل طبقی گذاشتن، آوردن وارد خرابه گردن، همی که چشم نازنین رقیه خاتون به طبق افتاد، صدا زدم به جان من از شما غذا نخواستم، من بابام حسین رو میخوام. لا اله الا الله زینب مصر چی بگه آقایون؟ اینجا یه اشاره ای کرد مقصود دل تم به جان در داخل طبقه. لا اله الا الله همین که پارچه رو برداشتن چشمه ای طفل به سر بریده و لبهای کبود بابا افتاد، دلش آرام نگرفت، سر رو در بغل گرفت، صدا زد من الذی ای تمنی، چه کسی منو یتیمم کرده؟ من الذی قطع وریدک حسین جان، چه کسی رگهای گلویت را بریده؟ لا اله الا الله صدا زد، آندم که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ یه وقت میگه صدایی شنیده شد، آندم که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم مشغول دعا بودم که از تو جدا بودم، دلش آرام نگرفت، صدای رقیه خراب را غمکده کرد، اگر دست پدر بودی به دستم کجا من در خرابه می نشستم، اگر بودی باب نکویم کجا می زد شمر دین سیلی برویم. حسین یا حسین و ناله گرد، اینقدر با بابا درد دل گرد، یه وقت دیدن رقیه یک درم سر یک درم، همه زادان زینب کبرا غم دیده یه دوران امانت دار حسین آمد، هی رقیه را تکان میده، دی جان به جهان آفرین تسلیم کرده. عجبا عجبا للملا و هو بالمرزا دی حسین را به جانم، حسین رو روانم، حسین را به جانم، حسین رو حسین سالار زینب، حسین غم خوار زینب، حسین آرام جانم، حسین روح
بعد 3 ساله داشته باشم، وقتی از سر کار برمیگردم هر اتفاقی در طول روز افتاده باشه دختر میاد پیش باباش درد دل میکنه. حالا تصور کن کوچه خرابه، یک دختر 3 ساله بابا میگم بابا به جای که بابا بیاد بگه جانم دخترم، داخل یک تشت سر بابا رو برش بیارم. یا حسین پیش بابا میگم من از زهر جفا هرگز ننالم، من از زهر جفا هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن کوچه ها کرد. سنگ زدن با هر چی دستشان اومدن زد. خدا کند رقیم بمیرد ای بابا، چرا نبیند این غم را، نبیند این غم را. تعجیل در خارج آقا محمد زمان صلوات خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. علی اکبر علی اکبر، 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 علی اکبر علی اکبر. توی شبستانم، توی شبستانم، چشمانم توی شمع شبستانم، چرا در پیش چشمانم. شدی مانند گل پر پر، شدی مانند گل پر پر. علی اکبر علی اکبر، جان از خود جدا کردم.
آقای امام زمان بلند صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرج. خیزو بینم مجان با طبق سر رسید، رنگ و از روی من در کنارش برید، با لب زخمی و با رخ غرق خون شد لبم از لبش امه جان لاله گون، امه جان لاله گون. آهو با ویلتا، 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 آهو با ویلتا. خیزو بینم مجان با سبق سر رسید، رنگ و از روی من در کنارش برید، با لب زخمی و با رخ غرق خون شد لبم از لبش امه جان لاله گون، امه جان لاله گون. آهو با ویلتا، 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 آهو با ویلتا. همراه خود مرا، همراه خود مرا ای پدر جان ببر، همراه خود مرا ای پدر جان ببر، جان من را پدر زین خرابه بخر، جان من را پدر زین خرابه بخر. من نفس میزنم، من نفس میزنم کنج ویران پدر، من نفس میزنم کنج ویران پدر. دشمن دون زدن با لگت بر کمر. آهو با ویلتا، 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 آهو با ویلتا. من فدای سرت، پیکرت در کجاست، هم علم دار و هم اکبرت در کجاست، هم علم دار و هم اکبرت در کجا. مونس من شدن، مونس من شدن کنج ویران رباب، مونس من شدن کنج ویران رباب. از غم اصغرم حال من شد خراب، حال من شد خراب. آهو با ویلتا، 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 آهو با ویلتا. تجلی در ظهور آقای امام زمان بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ای شمر اومدن برغم این عالم امکان را، ای شمر اومدن برغم این عالم امکان را، وزکی نمکن و ایمان را در خیمه یتیمانم سرگشته و هر
حیرانم، عیشم رو مزن برهم، این عالم امکان رو، عیشم رو مزن برهم، این عالم امکان رو، عیشم رو مزن برهم، این عالم امکان رو، عیشم رو مزن مکان و ایران مأموره ایمان را در خیمه یتیمانم سرگشته و حیرانم از بحر خدا رحمی این جمع پریشان عیشم رو مزن برهم این عالم امکان را عیشم رو مزن برهم این عالم امکان را بگذار سوی قبله زینب بکشد سفرم با ای هم سفرم با
عشقش کردم. من بر سر نیبودم، من بر سر نیبودم، با تو همه جا بودم. ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا، ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا. آندم که من ظالم، آندم که مرا ظالم، از آر کنیزی کرد. بابا تو کجا بودی؟ بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا، ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا. آندم که دل ظالم، آندم که تو را ظالم، اظهار کنیزی کرد. در تشت تلا بودم، در تشت تلا بودم، مشغول دعا بودم. ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا، ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا. بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ آن دم که من از ناقم، آن دم که من از ناقم افتادم و غش کردم. ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا، ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا. من بر سر نیبودم، من بر سر نیبودم، با تو همه جا بودم، کی از تو جدا بودم، کی از تو جدا بودم. ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا، ای تاج سرم بابا، ای هم سفرم بابا. بابا ز میدان آمد و سقا نیامد، بابا ز میدان آمد و سقا نیامد، بابا ز میدان آمد و سقا نیامد. اگر به خیمه آید امویم، اگر به خیمه آید امویم، من دیگر از آب حرفی نگویم. بابا ز میدان آمد و سقا نیامد، بابا ز میدان آمد و سقا نیامد، بابا ز میدان آمد و سقا نیامد. سقای طفل جان برادر، دستت جدا شد
از جنز پیکر از جا برادر از جا برادر برخیز و بنگر از تشن کامی غش کرده اصلر با بند میدان آمد و سقا نیامد با بند میدان آمد و سقا نیامد با بند میدان آمد و سقا نیامد ای کاش از اول من مرده بودم ای کاش از اول من مرده بودم نامه از آب نبونده بودم دیدم امویم بشکست دل بود هنگام رفتن از من خجل بود با بعض میدان آمد و سقا نیامد با بعض میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد سقای تفلان خیر سپاهم بودی برادر کشت و پناهم دستن جدا شد آن دستهایم در خیمه تفلان در انتظارت با باز میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد سقای تفلان جان برادر دستت جدا شد از گنز پیکر سقای تفلان جان برادر دستت جدا شد از گنز پیکر با باز میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد برادر برخیز و بنگر از تشن کامی غش کرده اصغر با بند میدان آمد و سقا نیامد با بند میدان آمد و سقا نیامد با بند میدان آمد و سقا نیامد ای کاش از اول من مرده بودم تا نامه از آب نبرده بودم دیدم امویم نشکست دل بود هنگام رفتن از من خجل بود با بند میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد با باز میدان آمد و سقا نیامد یا حسین یا حسین یا حسین جان 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 ای حسین علی جان زینب تو بودی یار و غمخوار زینب یک نظر بکن بر محبان بر حسین و بر جمع یاران یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین جان
دشت سوزان برین گل کن به تاب میر تابان برین گل از دو چشمان تری من برین گل از دو چشمان تری من گلش کسی می روید دامن من یا حسین یا حسین یا حسین جان 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 چرا خیره شده بر آسمان گل چرا خیره شده بر آسمان گل نمی خندت برو یه باغبان گل نمی خندت برو یه باغبان گل گلی رو ایده و این دشت سوزان برین گل کنده تا بی میر تا بار یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین جان یا حسین یا حسین یا حسین دادم بال تو میگردم همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه دردم که مگر برسم در خانه تو که توی درمان همه دردم ابی عبدالله یا سار الله ابی عبدالله یا سار الله ابی عبدالله یا سار الله همه جا بروم و به حاله تو که مگر برسم در خانه تو همه جا دنبال تو میگردم که توی درمان نه هم اکرم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و به امام زمان نارو به قبله بشینیم بکه یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک
اللهم عجل لوليك الفرج يا امين اللهم عجل لوليك الفرج يا امين اللهم عجل لوليك الفرج يا امين لا فرج صاحب معجل بفرما چشم های ما رو به جمال روشنش بگردان بار الها به عزت و جلالت قسمت میدیم ما رو از منتظران واقعی آقا امام زمان و از زمین سازان ظهورش قرار بده گر نسل ما دشمن علی و اولاد علی قرار نده در دنیا از پیروی و زیارت عتبات عالیات و مشاهد کریمه و در آخرت از شفاعت ائمه معصومین بهره مند بدار اموات زملقوقین علما صلحا خادمین بدین اونهایی که ما رو با قرآن و عترت آشنا کردن در کربلای معلا هستیم دعا میکنیم خدایا غریق رحمتی بی منتهای خودت بفرما ثوابی از این مجلس و محفل خالصانه به روش و نصار بگردان رو اموات مؤمنین و اموات حاضرین پدر من عقیر روشون شاد بگردان سر سفره حضرت آقا سید الشهدا در عوالم برزخ مهمانشون بگردان بار الها به عزت و جلالت قسمت میدیم هر کس در هر لباسی خدمت به اسلام و مسلمین و جامعه بشری میکند خصن علمای اعلام مراجع نظام حوزات علمی نصرت عنایت بفرما هر کس در هر لباسی خیانت به اسلام مسلمین و جامعه بشری میکنند خاصا وهابی ها بادارانشون صهیونیست ها و فریمیسن ها اگه قابل هدایت نیستن ریشه کنشون بفرما شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان ما را بصیرت دینی و عمل صالح عنایت بفرما به نبی والی شفای مریضا مریضای مورد نظر سلامتی وجود نازنین امام زمان قبولی طاعات و برآمدن حاجات رفع دفع کل مکاره و بلیات قبولی زیارت ها و مناجات رحم الله من یقرا الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم